بسم الله الرحمن الرحیم سلام شاگردای عزیز امیدوارم که حال همگیتان خوب باشه خوش آمدین به صنف درسیتان خب ما در درس گذشته تشکیل تصویر در آینه های کروی مقعر را خواندیم و مورد اول را با همدیگه یاد گرفتیم در ادامه برسیم به مورد دوم گفته اگر جسم در خارج از مرکز انحنا واقع باشد تصویر آن حقیقی معکوس و کوچکتر از اصل شی بین مهراق و مرکز انحنا تشکیل می شود تصویر وسط مربوط به مورد دوم ما می شود جسم در کجای در خارج از مرکز انحنا ما برای پیدا کردن تصویر دو اشعره از نوک جسم در نظر میگیریم برای سادگی کار ببینید اشعه اول به صورت موازی با محور اصلی به آینه ما برخورد کرده وقتی که موازی بود از کجا تر می شد؟ از محراق و اشعه دوم از محراق عبور کرده به آینه رسیده چه قسمان اکس میشه به صورت موازی هر دو اشعه در نقطه بین مهراق و مرکز انحنا به همدیگر رسیدن و تصویر را تشکیل دادن تصویر هم ببینید ما بین مهراق و مرکز انحنا بیاین که با همدیگر سر تختهی را بکشیم برای ترسیم ما باید اول یک آینه مقرر محور اصلی مرکز انحنا و همچنان مهراق. گفتیم جسم ما در کجاست؟ آفرین در خارج از مرکز انحنا فکر کنیم که این جسم ما باشه ما برای رسم کردن نیاز به دو اشعه داریم اشعه اول باید به صورت موازی به آینه برسه پس ما از نوک جسم یک اشعه را میتابانم به صورت موازی به آینه ای از اشعه اول اشعه چه قسم منعکس می شد؟ از مهراق. پس اشعه منعکسه ما باید از مهراق عبور کنه از مهراق عبور کردم برای رسم اشعه دوم از رنگ دیگه استفاده می کنیم این دفعه اشعه را از نوک جسم از مهراق عبور میدیم تا به آینه برسم اشعه دوم ما از محراق عبور کرده به آینه رسید. حالی باید چه قسم منعکس شود به صورت موازی به صورت موازی منعکس می شود این از اشعه دوم حالی هر دو اشعه را ببینید در یک نقطه به هم دیگر رسیدن اینجا دیگه میشه محل تشکیل تصویر ما از بالا یک خط میکشم تا این نقطه تقاطع این میشه تصویر تصویر ما پیدا کردیم در کجا تشکیل شد؟ ما بین مهراق و مرکز انحنا حقیقیه چون محور اصلی ما پیش روی آین است سر است یا سر چپه؟, سر چپه. پس ما بین مهراق و مرکز انحنا مشخصات تصویر حقیقی و سرچپه حالی شما ببینید جسم را تصویر را به نظر شما تفاوتی بین جسم و تصویر وجود داره بله ارتفاع تصویر ما خوردتر از ارتفاع جسمه و میگیم کوچکتر از جسم بیاییم ببینیم که مورد بعدی چی میگم اگر جسم در مرکز انحنا واقع باشد تصویر آن حقیقی معکوس و مساوی با اصل شی در مرکز انحنا تشکیل میشن به شکل سوم نگاه کنین تصویر بر روی مرکز انحنایه ما یک اشعه را به صورت موازی تا باندیم از محراق عبور کرده اشعه دوم از محراق عبور کرده به آینه رسیدن به صورت موازی منعکس شده هر دو اشعه همدیگر را قطع کردن در صورتی که تصویر هم بر روی مرکز انحنا تشکیل شده بیایم که این مورد هم سر تخته بکشیم باز هم ما آینه مقعر محور اصلی مرکز انحنا مهرا. جسم کجای بر روی مرکز انحنا این از جسم ما باید دو تا اشعه را به آینه بتابانیم اشعه اول را با رنگ سرخ میکشیم به صورت موازی حال که به صورت موازی آمده باید چه قسمان عکس شود؟ از محراب عبور کنه از مهراق عبور کرد این شد عشعه منعکسه عشعه دوم را با رنگ سیاه میکشیم عشعه دوم را باید از نوک جسم از مهراق عبور کنه به کجا برسه؟ به آینه این از عشعه وارده عشعه منعکسه باید به صورت موازی بیایم این از اشعه منعکسه هر دو اشعه در این نقطه هم دیگه را و قطع کردن پس محل تشکیل تصویر میشه ما تصویر را در اینجا نکشم ما تصویر را پیدا کردیم حالا بیاین که با همدیگه مشخصات تصویر را ببینیم تصویر در کجا تشکیل شد؟ در مرکز انحنا به چه صورته؟ به نظر شما است یا سرچپه؟ سرچپه ارتفاع تصویر و ارتفاع جسم به نظر شما تفاوت کرده نه برابر است پس مساوی با شی حقیقی است یا مجازی حقیقی ای از اشعه سوم بیاییم که با همدیگه اشعه شکل چهارم را ببینیم اگر جسم بین محراب و مرکز انحنا واقع باشد تصویر آن حقیقی معکوس و بزرگتر از اصل شعی در خارج از مرکز انحنا تشکیل می شود ببینید جسم ما در کجای ما بین محراب و مرکز انحنا اگر یادتان باشه ما در مورد دوم سرچپه ای را خواندیم درسته حالی جسم از موازی از نوک جسم به صورت موازی به آینه برخورد کرده از مهراق تر شده منعکس شده و این دفعه اشعی دوم ما از مهراق عبور کرده پس به صورت موازی جسم ما در کجا تشکیل شده؟ در خارج از مرکز انحنا بیاین که با هم دیگه ای را بکشیم بریم با هم دو کنج تخته که خالیه ما یک آینه مقعر داریم جسم در کجا بود؟ آفرین ما بین مهراق و مرکز انحنا یک اشعره ما به صورت موازی با محور اصلی به آینه میتابانیم باید از کجا تر شود؟ از محراب ای از عشقی ما نکسه میبینین که بارها همین عشقی ها برای ما تکرار میشن و ما خیلی راحت یاد میگیریم که این اشعه ها را چه قسم به آینه بتابانیم این دفعه اشعه باید توری از مهراق رد شود و به آینه برسه ما از مهراق عبور میدیم به آینه میتابانیم چه قسم منعکس میشه؟ به صورت موازی من این را یک کمی ادامه بدم به صورت موازی ما این را منعکس کردیم هر دو اشعه در یک نقطه به همدیگر رسیدن و ما تصویر را پیدا میکنیم این هم از تصویر ما ببینیم تصویر برخلاف موردهای گذشته بزرگتر از جسم شده بزرگتر از جسم حقیقی هم یا مجازی حقیقی چون پشروی روی آینه است سر است یا سرچپه سرچپه حالی در کجا تشکیل شده در خارج از مرکز انحنا تا جلسه بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم خدا حافظتان